من میرم گلن اومده بالا، من با گلن صحبت کنم. سلام. سلام، حال شما خوب هستین؟ خوب هستین؟ قربان شما، مرسی. من برای اولین بار اصلا شما رو میبینم، سایت بی خدایان رو میبینم و جالب بود برای من. خودم هم ATS هستم، خواستم ببینم که نظرتون چی هست اینا. خب خیلی ممنون که اومدین. نظر درباره چی؟ نه، همین برنامه که دیدم برام جالب بود ببینم نظرتون چی، این سایت جمهوری بی خدایان چی هست و اصلا چی میخواد بگه و اینا. میبینم در مورد مجاهدین داره صحبت میکنه، خواستم. آها، ما درباره همه چیز و همه کس و هر چیزی که چون جمهوری بی خدایان هستیم، هر موضوعی رو که کسایی که عضو هستن، بیننده هامون هستن، کسایی که کمک میکنن، درباره همه چی صحبت میکنیم. ما فقط درباره بی خدایی صحبت نمی کنیم. خب یعنی ما فکر می کنیم که ما بی خدایان تنها چیزی که با هم عقیدمون مشترکه، عقیده نداشتن به خداست. بغیر از این عقایدمون کاملا تنوع داره، با هم خیلی اختلاف نظر داریم. خب و ما می خواهیم اولا که نشون بدیم که اختلاف نظرمون این به این معنی نیست که ما نتونیم با هم صحبت بکنیم. خب ما فکر میکنیم که یکی از مهمترین چیزهایی که اصلا کلن ACS Republic و بعدم جمهوری بی خدایان دلیل اصلیش برای وجود اومدنش این بود که ما با هم همکاری کنیم، بی خدایانی که عضو گروه جمهوری بی خدایان هستن، که یک گروه باشیم که از همدیگه حمایت بکنیم. چون که مثلا نگاه کنین، مسیحیان وقتی که کسی بهشون زورگویی کنه، ظلم بکنه، مسلمانان گروه های مختلفی دارن، مسیحی ها گروه های مختلف دارن، هندو ها گروه های مختلفی دارن، ولی بی خدایان خیلی حمایتی ازشون نمیشه. گروه های وجود نداره که همشون بیان دور هم در باره چیزهای مختلف بحث بکنن، از همدیگه حمایت بکنن، پیغام های همدیگه رو به همدیگه برسونن، با هم اتحاد نه اتحاد فکری ولی اتحاد حمایتی از هم داشته باشن. می‌دونیم چه، یعنی ما نمیخوایم یه گروهی درست بکنیم که هممون یه فکر باشیم. اتفاقا ما از هم فکر نبودنمون افتخار میکنیم، برای اینکه تنوع تفکر رو ما اینجا یه چیزی که دوست داریم، ما هم اختلاف نظر دوستانه داریم، ولی با اینکه با هم اتحاد فکری نداریم، از اتحاد حمایتی داریم. یعنی مثلا من مثلا خودم یک بی خدای کپیتالیستم و بی خدایان مثلا کمونیست و سوشالیست مثلا تو گروه ما هست و ما از هر بی خدایی که به خاطر بی خداییش مثلا داره بهش ظلم و ظلم میشه یا داره بهش زورگویی میشه، میخوایم دفاع بکنیم با اینکه اختلاف نظر داریم تو چیزهای دیگه. خب شما مرز با خدا و بی خدا رو در چی میبینی؟ یعنی هر کسی بگه من با خدا هستم یا بی خدا هستم، حرفشون رو قبول دارین یا عمل اجتماعیشون رو در نظر میگیرین؟ نه نه نه، حرفشون عدم اعتقاد به خدا به نظر ما یک اسمشه بی خدا، حتی اگه اسمش هم نظر خودش هم نظر بی خدا. یعنی تو انگلیسی هم ما تو انگلیسی میگیم self identifying atheist and non self identifying atheist. یعنی کسایی که atheist هستن و میگن که برچسب atheist هم به خودشون میزنن، و کسایی که atheist هستن ولی برچسب atheist رو به خودشون نمیزنن. هر کسی که به خدا اعتقاد نداره ATSته، ولی خب شما آزادی دارین که این برچسب رو استفاده بکنین یا نکنین. تعریف ATSی کسی که به خدا اعتقاد نداره، حالا چه شما اون برچسب رو استفاده بکنین چه نکنین. فرق ATS با اگناستیک رو شما در چی میبینین؟ اگناستیک درباره باور داشتن یا نداشتن نیست. اگناستیک درباره نه مقدار. خب ببینید، یه کسی هم میتونه ATS باشه هم اگناستیک باشه. خب یعنی مخالف ATS اگناستیک نیست، مخالف ATS CSTه. خب ATS و CS درباره اعتقاد به درباره این که ما به چی اعتقاد داریم یا نداریم. خب به خدا اعتقاد داریم یا نداریم. خب ناستیک و اگناستیک درباره نحوه داشتن اون اعتقاده. خب یعنی یه نفر میتونه بگه من پازیتیو، یعنی ادعایی که میکنم پازیتیو یا پازیتیو نیست. یعنی یه نفر میتونه بیاد بگه که من عدم اعتقاد به خدا ندارم ولی نمیام ادعا بکنم که خدا وجود نداره. خب اگه یه کسی بگه من به خدا اعتقاد ندارم
ولی نمیگم که ادعا خودم نمی کنم که خدا وجود نداره، به این شخص میگن اگناستیک ایتیست. خب یعنی ادعای پازیتیوی نکرده. خب ولی یه نفر بیاد بگه که من به خدا اعتقاد ندارم و ادعا هم میکنم که خدا وجود نداره، به این شخص میگن ناستیک ایتیست. خب خیلی فهم میکنن اگناستیک یعنی یه کسیه که من نمیدونم بین ایتیستیک و سیستیک، در صورتی که این طرز فکر اشتباه است. خب یه نفر میتونه اگناستیک سیست باشه، میگه من به خدا اعتقاد دارم و ادعا میکنم که خدا هست، یا میتونه اگناستیک ایتیست باشه. خب یعنی به طور قطعی نمیگه که خدا هست، ولی بیشتر فکر بیشتر تمایل داره به این که بگه خدا هست. اگناستیک سیست، ناستیک سیست، اگناستیک ایتیست و ناستیک ایتیست. کسی رو معمولا وقتی کسایی میگن اگناستیک، کسیه که مثلا اصلا نمیگه که من نمیدونم به خدا اعتقاد دارم یا ندارم، نمیدونم، اون اسمش اگناستیک نیست، به اون میگن اسم اون پیور اگناستیکه. خب من خودم مثلا به خدای مسیحیت و اسلام ناستیک ایتیست هستم، یعنی میتونم ادعا کنم که اون خداها وجود ندارن، ولی به خدای دیستا، دیستا، خب کسایی که دیستا رو میدونین که هستن، دیستا خدای دیستا خداییه که خدای اسلام و مسیحیت و اینا نیست، یه موجودیه که جهان رو به وجود آورده و هیچ کاری هم دیگه بعد از اون به جهان نداره، خیلی بدون دخالت با جهان، یک انرژی چیزیه که نمیتونی، کسی نمیتونه بیاد اثبات بکنه که اینو وجود نداره، ولی هیچ اثباتی هم برای وجود داشتنش وجود نداره. خب نمیتونیم اثبات بکنیم که وجود نداره، نمیتونیم اثبات بکنیم که وجود نداره. نسبت به اون خدا من اگناستیک ایتیست هستم، چون که من نمیتونم بیام ادعا چیزی رو که نمیتونیم اثبات بکنیم وجود نداره، نمیتونم بیام اثبات ادعای مثبت بکنم و بگم اون وجود نداره. ولی این اون خدا رو من جدی نگرفتم، چون که اگه من بیام، چون که تعداد چیزهایی که هم نمیشه اثبات کرد که وجود نداره، هم نمیشه اثبات کرد که وجود داره، تعداد اون چیزها بی‌نهایت هستن. خب من میتونم همین الان بیام بگم من یک اژدهای نامرئی توی گاراژم، مثلا کارل سیگان این مثال زد، یک اژدهای نامرئی توی گاراژم دارم که نه گرما داره، نه سرما داره، نه رد پا داره، هیچی نداره. خب یعنی هیچ جوری شما نمیتونین اینو تشخیص بدین که وجود داره، ولی شما باید حرف من رو ادعا قبول بکنین که این اژدهای من تو گاراژم هست. اینو هیچ کسی نمیتونه بیاد اثبات بکنه که این اژدها وجود داره، ولی هیچ کس هم نمیتونه اثبات بکنه که این اژدها وجود نداره. خب برای همین من نمیتونم بیام ادعا بکنم که اژدها وجود نداره، برای همین من نسبت به این اژدها اگناستیک هستم. خب ولی چون تعداد ادعاهایی که ما میتونیم بکنیم که کسی نمیتونه بیاد اثبات بکنه که غلطه بی‌نهایت هست، احتمال وجود هر کدوم از این ادعاها یک روی بی‌نهایته که درسته که صفر نیست، ولی اپسیلونه، نزدیک صفره. یعنی من اگه بگم نسبت به خدای دیستا اگناستیک ایتیست هستم، معنیش این نیست که خدای اینا رو خیلی دارم جدی میگیرم، خدای اینا رو به همون اندازه جدی دارم میگیرم که یه اژدهای نامرئی رو دارم جدی. شما نظرتون راجع به فلسفه پراگماتیسم چیه؟ یعنی علاوه پراگماتیسم دارین به این موضوع نگاه میکنین که یه کسی که ادعا میکنه که من یه اژدهای نامرئی تو گاراژم دارم، بعد شما میای فکر میکنی که میگه لحاظ عملی برای من چه فرق میکنه که این داشته باشه یا نداشته باشه، من نمیتونم قبول بکنم که داره یا نمیتونم رد بکنم که نداره، بنابراین این موضوع من نیست. خب من الان اینو نگفتم، ولی این حرف شما درسته. از من موقعی که گفتم این جدی نمیگیرم داشتم پراگماتیست بودم، یعنی موضوع من نیست که جدیش نمیگیرم، جدیش نمیگم دقیقاً، به خاطر اینکه ببین ما میتونیم الان از لحاظ چیزایی که نمیشه اثباتش کرد، یک کسی میتونه بیاد بگه که ما داریم تو ماتریکس زندگی میکنیم، یا یعنی اینکه ما میتونیم، یک کسی میتونه بیاد ادعا کنه که ما مغزمون مثلا تو یک آزمایشگاهه که همه چیزایی که داریم احساس میکنیم همش داره به صورت کامپیوتری داره بهش احساسات ما، اینا هیچ کدومش وجود خارجی نداره، من یک مغزم توی آزمایشگاه یک دانشمندی و همه این چیزایی که دارم میبینم احساساتیه که داره به این مغز من وارد میشه. خب این یک ادعاییه که من نمیتونم اثبات بکنم که این ادعا وجود داره درسته یا نه. خب ولی به طور پرگماتیکلی دنیایی که من دارم توش زندگی میکنم با اون دنیایی که وجود داره هیچ فرقی نداره. خب یعنی ما میتونیم بگیم، خب یه نفر میتونه بگه اصلا این دنیا وجود نداره و این قوانینم فردا ساعت 12 همه قوانین دنیا میتونه تموم بشه. خب ولی خب به طور پرگماتیکلی این دنیایی که ما داریم حس میکنیم با یک دنیایی که وجود داره هیچ فرقی نداره. خب از لحاظ پرگماتیکلی برای همین چه وجود داره چه وجود نداره ما میتونیم جوری رفتار بکنیم که وجود داره. خب
درست، یعنی از لحاظ پرگماتیکلی خدای دیستا هم یه چیزی هم بگم، خدای دیستا هم اگرم وجود داشته باشه با خدایی که وجود نداره هیچ فرقی نداره. خب خدای دیستا حتی اگه وجود هم داشته باشه با خدایی که وجود نداره انقدر شباهت داره که میتونیم باهاش جوری رفتار بکنیم که مثل که خدایی که اصلا وجود نداره. بفهم دقیقا. من بحثم در مورد ادیان، مسیحیت به قول معروف در قرون وسطا اینا خب حکومت رو داشتن و سر میبریدن و اینا، بعد از دوره رنسانس خب مسیحیت یه مقدار خیلی زیادی با پروتستانیزم اومد و جدایی دین از دولت مطرح شد و مسیحیت رفت تو حوزه خصوصی. اونجا دنیای غرب با مسیحیت به اون صورت مشکلی نداره، یعنی اینکه میگه خب اینا یه دینی هستن و تا وقتی که نخوان تحمیل بکنن به دیگران ولی تبلیغ بکنن، اگر بتونن افراد رو قانع بکنن که میتونن برن و به کلیسایشون ملحق بشن، ولی دولت هیچ نظر خاصی نسبت به مسیحیت نداره. در آمریکا من صحبت میکنم، یعنی اینکه اونم یک دینیه که مثلا تو من توی واشنگتن زندگی میکنم، یه خیابونی داریم نیو همشیر، از خیابون نیو همشیر که میرم از بالا تا پایین انواع اقسام شاخه‌های مختلف مسیحیت رو میبینیم، کاتولیک ها هستن، پروتستان ها، بپتیست ها، نمیدونم سون ادونتیست، انواع اقسام کسایی که پیرو مسیحیت هستن. و الان هم میبینیم در این عصر تکنولوژی که همه میتونن صحبت بکنن و اینا، کلیساها خالی نشده، یعنی اینکه هر یک شنبه که میری میبینی پره و آدما میرن. ولی این برای من فرق نمیکنه به عنوان یک ایتیست که آدما میرن باور مسیحی دارن یا ندارن، تا زمانی که اون باور خودشون رو نخوان به من تحمیل بکنن، تا زمانی هم که نخوان منو به جرم این که باور اونا رو عقیده ندارم، اصلا به خدای اونا اعتقاد ندارم، سر نبارن. یعنی این منتهای کاریه که ما میتونیم از افراد دیگه جامعه توقع داشته باشیم، یعنی اینکه به باورهای همدیگه یا عدم باورهای همدیگه احترام بگذاریم. درسته؟ خب این رو باید جدا جدا کرد. خب از لحاظ قانونی و حقوقی، خب ما از حقوق مسلمان‌ها و مسیحی‌ها برای هم برای عقایدشون و همه ادیان دیگه هم از باورشون دفاع نمی‌کنیم، از حق داشتن باورشون و از حق ریچوال‌هاشون، آینا رسوم و آیناشون تا وقتی که به کسی صدمه ای وارد نکنن، از حق انجام اونا دفاع می‌کنیم. یعنی ما یه حکومت آتیستی دفاع نمی کنیم، ما یه حکومت سکولاریست دفاع می کنیم که هم از حقوق مسلمان ها، هم از حقوق مسیحی ها و هم از حقوق بی خدایان میاد دفاع می کنه. ما یه همچین حکومت رو می خواهیم. خب ولی خب ما اگه یه حکومت سکولاریستی می خواهیم یعنی چی؟ یعنی ما میگیم که ما میگیم مسلمان ها آزادی اینو باید داشته باشن که بیان اسلامشون رو تبلیغ بکنن به طور بدون خشونت و اینا، ولی خب پس ما برای خودمون هم پس باید این حق رو قائل باشیم. ما هم باید بتونیم بی خدایان باید بتونیم بیایم بگیم به طور خیلی به طور غیر خشونت، به طور خیلی بدون آزار و اذیت بگیم که چرا اسلام غلطه. خب یعنی من خیلی برام جالبه که خیلی بی خدایان میگن که ما وقتی میایم میگیم چرا اسلام غلطه، چرا مسیحیت غلطه، میان میگن که خب شما چه کار با این مسلمان‌ها دارین، اینا باید بتونن به طور خیلی بتونن بیان اسلامو تبلیغ بکنن. من با این از این بیخدایان میپرسم خب پس چرا این حقی رو که برای مسلمان ها و مسیحا قائلین، خب چرا این حق برای ما بیخدایان قائل نیستیم؟ ما هم باید بتونیم بیان بگیم که چرا فکر میکنیم مسیحیت اشتباهه و اسلام غلطه. خب من در غرب اینو مثلا خیلی تبلیغ میکنه، حتی من دیدم که مثلا استیون داکینز میاد توی کلیسا و با این کشیش ها مثلا مناظره میکنه، یعنی اینکه اونها در کلیسا رو باز میذارن که یک نفر ATS بیاد و باهاشون مناظره بکنه و از این استقبال میکنن و ازش هم به نفع خودشون شاید هم تبلیغ بکنن، که یعنی اینکه ما اون تالرنس رو داریم که از همه انتقاد بکنیم و اینا. و من فکر میکنم که برای حق انتقاد هست، همه باید بتونن. همین که من میگم من ATS هستم، یعنی با گفتن این حرف دارم به تمام مسیحیت و یهودیت و
اسلام و اینا انتقاد میکنم دیگه، اونا میان به من میگن که تو با وجود این همه 124,000 پیغمبر اومده و آخرینش حضرت محمد بوده و قبل از اون حضرت مسیح بوده و قبل از این حضرت موسی بوده، باز چرا از رو نمیری و میگه اتیستم؟ یعنی من دارم اون با ادعای خودم دارم انتقاد خودم رو میکنم. ولی من اول برنامه شما رو دیدم در مورد مثلا مجاهدین و مثلا فرق خطاب کردنشون و اینا، این به نظر من از لحاظ ATS درست نیست که من بیام یک گروهی رو ATS خطاب بکنم. یعنی این که من اومدم عقاید اونا رو مورد بررسی قرار میدم و میگم که این اسلام واقعی نیست و یک فرقه است، یا این مسیحیت واقعی نیست و این یک فرقه است. در صورتی که هر کسی که ادعا میکنه، یعنی مسیحیت همونیه که هر کسی ادعا میکنه، اسلام همونیه که هر کسی ادعا میکنه، من بی خدا در موقعی نیستم، در موضعی نیستم که بین دو اسلام بیام بگم که کدوم واقعیه کدوم واقعی نیست، بین دو مسیحیت بیام بگم کدوم واقعیه کدوم واقعی نیست. نمیدونم. نه البته من فکر میکنم بعضی موقع ها بعضی از یه خطایی رد میشن که حتی اگه یه نفرم بیاد خودش ادعا کنه غلطه. یه نفر اگه بیاد بگه من بی خدا هستم ولی به الله اعتقاد دارم، من آتئیستم ولی به الله اعتقاد دارم، خب ایشون میتونه بیاد ادعا کنه که آتئیسته، بر اساس تعریف آتئیستی ایشون آتئیست نیست. یه نفر میتونه بیاد که من مسیحی هستم ولی مسیح نه معجزه کرد نه خدا بود، هیچی نبود، خب هیچ کار، یه شخص بود، خب یه آدم خیلی عادی بود، ولی من مسیحی هستم، نه به طور فرهنگی هم مسیحی نیستم، نه به طور اعتقادی مسیحی هستم. خب اینو من متوجه هستم. این دعوا بذار یه مثال دیگه، نه این همین جور اجازه بده، من منظور من همینه. اگر بین مسیحی‌ها اختلاف هست، مثلا این کلیساهایی که در خیابون نیو همشهر گفتم، شما وارد کلیسای کاتولیک بشی بگی من میخوام مثلا بیام کلیسای شما، فرق شما با کلیسای پروتستان مثلا چهارراه بعدی یا قبلی کدومه، اون میگه اونا اصلا مسیحی نیستن، یعنی مسیحی واقعی ما هستیم. این یعنی بحثی که بین فرقه های مختلف یا شاخه های مختلف یا چیزهای مختلف مسیحی هست، اینو من قبول دارم. یا نه من موضوعم این نبود. ولی من ATS نمیتونم بیام بگم او مسیحیت تو واقعی نیست، مسیحیت اون کلیسای بالای واقعیه، چون من میتونم نداره. نه من میتونم، به خاطر اینکه اختلافم با شما همینه، من میخواستم بذاریم بگم برای اینکه کلمات تعریف داره. خب من حتی میگم اگه یک مسیحی بیاد بگه فلانی تو مسیحی نیستی ولی بر اساس تعریف مسیحیت مسیحی باشن، مهم نیست که کسی که داره این اتهامو میزنه، ببین یه نفر فرض کنین که به الله اعتقاد داشته باشه، به محمد هم به عنوان پیغمبر خدا اعتقاد داشته باشه، قرآن هم کتاب خدا میدونه، خب ولی شیعه است. یک سنی اگه بیاد بهم بگه تو مسلمان نیستی، خب این سنیه داره غلط میگه، این شیعه بخاطر بر اساس تعریفی که کی مسلمونه، این شیعه مسلمونه. چه حال بای شما دارین به این میگی که خب چون خودش مسلمونه میتونه بگه کی مسلمون نیست؟ نه خودش هم مسلمونه ولی داره غلط میگه، تعریف مسلمون کسیه که به این چیزا اعتقاد داره. خب نه این نیست. بذاریم من حرفم لطفاً بذاریم، خب من جواب بدم. خب اینکه کی داره این دار میکنه مهم نیست، ما داریم بر اساس تعریف کلمات حرف میزنیم. من به عنوان یک بی خدا که خودم مسلمون نیستم، اگه کسی بیاد بگه من محمد و پیغمبر نمیدونم، به الله هم اعتقاد ندارم، قرآن هم کتاب خدا نمیدونم، ولی من مسلمونم، با اینکه من بی خدا هستم و مسلمون نیستم، بر اساس تعریف کلمات من میتونم به این شخص بگم نه ببخشید بر اساس تعریف کلمه مسلمون شما مسلمون نیستی. اینکه کی داره این دار میکنه مهم نیست، ما داریم تعریف کلمات رو نگاه میکنیم. با بی خدایی هم همینطور، آتئیست هم همینطور. یک مسیح من اگه بگم من به خدا اعتقاد دارم ولی آتئیستم، یک مسیحی که خودش بی خدا نیست میتونه بیاد به من بگه که تو داری اشتباه میکنی، تو اصلا معنی کلمه آتئیست رو نمیدونی، تو اگه به خدا اعتقاد داری ولی آتئیست هستی، آرمین تو اشتباه داری میکنی، من خودم آتئیست نیستم ولی میدونم تو هم آتئیست نیستی، تو کلمه آتئیست رو بلد نیستی درست استفاده کنی. بفهم من یک کلمه رو متوجه هستم که داری چی میگی، ولی معنی و مفهوم یک دینی که هزاران نفر فالوور داره،
جا افتاده اینطوری نیست که من ایتیست بیام بتونم بگم که مثلا کلیسای روم و پاپ مسیحی واقعی نیستن و مثلا این من نگفتم اینو. من بحثم همینه، یعنی این که بحث من اینه که هر دینی اون چیزیه که پیروان اون میگن، نه اینکه یه نفر بیاد بگه من آتیست هستم به خدا اعتقاد دارم. یک نفر نیست، پیروان کلیسای دم و دستگاهی چیزی که ادعا میکنه اون تعریفشه. یعنی اینکه برای همینم هم هست که مثلا در امریکا وقتی که مسیحی‌ها رو از اروپا بیرون میکردن میگفتن که شما مثلا فرقه های مختلف هستین و اینا، تو آمریکا میامدن میگفتن اوکی شما اینو گفتن، برین کلیساتون رو بزنین، پرکتیس خودتون رو بکنین، هر چند نفری هستین، ما اصلا وارد این موضوع نیستیم که موضوع نمیشیم که بگیم شما واقعی هستی یا واقعی نیستی. حتی اگرم فرقه هم هستین که خودتون رو باز چیز میدونین، باز ما وارد اون موضوع نمیشیم. یعنی دولت خودشو کاملا جدا از این، ما که دولت نیستیم، برای همین ما جدا نیستیم، خدایان هستیم بالا زدی. من برای اون خب ببین، اگه هر کسی از کلمه جمهوری استفاده بکنه بشه دولت، خب پس بنانا ریپابلیک هم بنانا ریپابلیک هم میشه دولت. میخوایم جمهوری بی خدایان و فرد در ایران را بندازیم؟ نه، ما اتفاقا به شدت مخالف دولتی هستیم که توش دولتی که تعریف بشه به عنوان آتئیستی، ما به شدت مخالفش هستیم. ما سکولاریست هستیم، ما معتقدیم که دولت داخل بحثای مذهبی نباید بشه. یعنی یک دولتی اگه بیاد بگه ما دولت ایتیستی هستیم، اتفاقا به عنوان جمهوری بی خدایان ما مخالف اون دولت خواهیم بود. خب ما به عنوان شخصای غیر دولتی داریم فعالیت میکنیم، به عنوان ما میگیم دولت باید یک محیطی امنی رو برای برای فعالان بی خدایان درست کنه، خودش نباید فعالیت بی خدایی بکنه. دولت باید یک محیط سکولاریستی درست بکنه که من بی خدا بتونم فعالیت فکری بدون آزار و اذیت بکنم علیه مسلمانان، و مسلمانان باید بتونن بیان اسلامشون رو علیه بی خدایی من تبلیغ بکنن. یک مسلمان باید بتونه بیاد بگه که چرا بی خدایی اشتباهه، و یک مسلمان باید حق اینو داشته باشه که بیاد بگه چرا بی خدایی اصلا خطرناکه. خب حتی بیاد بگه که من بی خدا قراره برم جهنم تا ابد بسوزم، این حقو باید داشته باشه که بتونه بیاد اینا رو بگه، تو وقتی که به من به طور فیزیکی آزار و اذیت هم نده تو این دنیا. خب اون دنیا دیگه بار خودش. خب منم حق دارم بیام بگم مبارزه فکری دوستانه و فکری با مسلمان ها بکنم که بیام بگم چرا اسلام خطرناکه. خب دولت نباید بیاد بگه چرا اسلام خطرناکه، دولت باید یک محیطی رو درست بکنه که من بی خدا بتونم با یک مسلمان مبارزه فکری دوستانه داشته باشم. حالا این مبارزه فکری دوستانه آیا ما باید از فکت استفاده بکنیم یا گمانه زنی بکنیم؟ خب ما هممون ادعامون اینه که داریم از فکت استفاده میکنیم، ولی خب بعضی موقع ها این ادعامون اینه که ما داریم فکت استفاده میکنیم، ولی حالا اگه فکت هست یا نه باید بقیه به اینقدر برنامه رو شروع کردی در مورد منبع مالی مجاهدین، اینو در مورد فکت صحبت کردی یا گمان زنی کردی که عربستان پولشون خب میده؟ ببین ما وقتی داریم گمان زنی میکنیم، ما میایم شفاف میگیم که داریم گمان زنی میکنیم. خب من وقتی یه چیز رو نمیدونم گفتم دقیقه شما برین گوش بکنید، گفتم اینا الان از کجا این همه پول میگیرن، از عربستانه؟ یکی بیاد به من بگه. من خیلی واضح ادعاهای ندونستم کردم، خیلی واضح. حالا چرا نگفتین از اسرائیل یکی بیاد به من بگه، نگفتین از ساوت افریقا یکی بیاد مثلا ببین، حدس زدن هیچ اشکالی نداره تا وقتی که ما درباره حدسمون، ببین یه نفر بیاد حدس بزنه ولی با قطعیت درباره حدسش صحبت بکنه، این مشکل داره. خب ولی ما برای اینکه به یه نتیجه برسیم خیلی موقع ها از حدس شروع میکنیم تا وقتی که ما شفاف باشیم که به حدسمون قطعیت نداریم. خب حد زدن هیچ اشکالی نداره. وقتی که چیز دیگه در مورد داشتن طرفدار یا نداشتن طرفدار در ایران، اینو شما گمان زنی میکنی یا بر اساس یک آماری مثلا میگی که اینا دارن یا ندارن؟ من آمارایی که تا حالا دیدم هیچ چیزی نشون نداده. آماره بدن، چه آماری؟ من میرم برای شما تخمین میکنم، میتونم اشتباه باشه، نمیدونم. میرم برای چیزایی که من قبلا دیدم الان یادم نیست، به نظر میرسه که اینا طرفدار نداره، ولی میتونه یه آمار جدید اگه حاضر ببینید، من به عقایدم مثل چسب نچسبیدم. خب یه کسی بیاد بگه آرمین اطلاعاتت غلطه،
اطلاعات جدیدی که ما داریم اینه خیلی راحت اینا رو عوض میکنم. اتفاقا من شکگرایی رو خیلی تبلیغ میکنم. من فیزیسیستم و از فیزیکس به ایتیزم رسیدم. یعنی توی فیزیک چیزی که هست ما باید طوری که صحبت میکنیم منطقی باشه، نمیتونیم زد و نقیض صحبت بکنیم. یعنی تمام قوانین فیزیک بر مبنای منطقه. حالا مثلا در همین مورد ادعای شما یا گمان زنی شما که مجاهده مثلا در ایران مثلا طرفدار نداره، من اینو میپذیرم. خب نداره، هیچی، زیرو. بعد در مورد این گمان زنی که یه کشوری بلند میشه میاد به یه گروه سیاسی که طرفدار ندارن میلیون ها دلار پول میده، اونم این دوتا ضد و نقیض هم میشه. یعنی اون کشور چیز به قول معروف روی گروهی سرمایه گذاری میکنه که طرفدار دارن که بعدا بتونه اینا به قدرت برسن، بتونه ازشون استفاده کنه، ریترن آف کپیتال داشته باشه، سرمایه داشته باشه. یه گروهی که هیچ شانسی نداره، خب برای چی بیان رو اون سرمایه گذاری کنه؟ خب من دوتا چیز بگم، دوتا هست، یه دوتا موضوع بگم. یکی این که دنیای فیزیک با را خیلی بیشتر ما میتونیم با مطلق با نتیجه گیری های مطلق و با قطعیت بالاتری درباره نتیجه گیری ها مصابه. دنیای ریاضی و دنیای فیزیک نتیجه گیری هاش قطعیتش خیلی بالاتره تا دنیای سیاست و دنیای جامعه شناسی. خب یعنی ما اگه استانداردمون تو نتیجه گیری تو دنیای سیاست و جامعه شناسی مثل دنیای ریاضی و دنیای فیزیک باشه، اصلا ما حرف نمیتونیم بزنیم. خب برای اینکه هیچ وقت به اون شکل قطعیت ما نخواهیم داشت از نتیجه گیریمون تو این دنیا. ما باید بتونیم به جای دیداکتیو ریزنینگ اینداکتیو ریزنینگ بکنیم و بر اساس احتمالات باید تو دنیای سیاست و جامعه شناسی صحبت بکنیم. برای همین خیلی فرق داره منطق تو این زمینه. درباره این که چرا یک نفر بیاد پول بده به یک گروهی که طرفدارش کمه، من اینو نمیدونم، من دارم حدس میزنم و خیلی هم راحت میتونم اینو بذارم کنار اگه کسی به من نشون بده که اشتباهه. ولی یک احتمال که وجود داره اینه که مجاهدین خلق خیلی با اینکه تعداد طرفدارش کمه، از لحاظ جاسوسی و از لحاظ کارهای یعنی نفوذای بین اینا به اون شکلی که من گفتم، فرقه وقتی شما درست بکنین، کسایی که به فرقه شما ایمان دارن کارهایی حاضرن بکنن برای این گروه که آدمای دیگه برای گروه های دیگه خودشون حاضر نیستن بکنن. یعنی ریسک های حاضر، فداکاری های حاضرن بکنن، ریسک های قرب میتونن بکنن که بعضی از آدمای گروه های دیگه حاضر نیستن این کارو بکنن. و بر اساس این به نظر من مثلا حتی اگه تعداد طرفداران مجاهدین خلق تو ایران هم کم باشه، اون کسایی رو که داره جاهایی میرن، کارهایی میکنن، نفوذی میکنن، اطلاعاتی رو در میارن مثلا از این چیزای هسته ای ایران، از فعالیت های سیاسی ایران که خیلی پرارزشه برای موساد، برای CIA، و این اطلاعات انقدر با ارزش هست که اینا حاضرن برای این اطلاع، برای اینکه این فعالیت ادامه پیدا بکنه، مثلا از مجاهدین خلق سپورتش بکنن، حتی با اینکه باعث مثلا فعالیت خیابونی و اینا ممکنه نشه. خب از این لحاظ هم هست. البته یه چیز بگم، مجاهدین خلق با پولی که داره خیلی داره سعی میکنه اینم عوض بکنه که تعداد طرفدارش، بالاخره این پولا رو داره خرج میکنه به نظر میرسه، خب بر اساس چیزایی که من دیدم روی سوشال میدیا مجاهدین خلق خیلی داره خرج میکنه و این میتونه بالاخره تو طولانی مدت به یه جایی برسه که مثلا نسلای جدید از مجاهدین خلق به خاطر اینکه تبلیغات فیسبوک و توییتر اینا بیشتر خوششون بیاد. بفهمید شما چی می‌خواستید بگید؟ من همین رو می‌خواستم بگم که شما به جای تبلیغات و قانع کردن افراد از شستشوی مغزی استفاده کردیم. من می‌خواستم ببینم مکانیزم شستشوی مغزی در این دوره چی هست. مثلا الان شما این برنامه رو که گذاشتین، آیا دارین من شستشوی مغزی میدین یا من آگاهانه دارم با شما چیز میکنم؟ برای اولین باره که شما رو میبینم، برای اولین باره که با شما صحبت میکنم، و اگر شما بتونید منو قانع کنی، آیا این قانع کردن شستشوی مغزی میشه؟ در چه صورتی شخصی میتونه یه شخص دیگه رو شستشوی مغزی بکنه؟ این خیلی سوال عالی بود. یکی از مهمترین روشایی که ما مراقب باشیم شستشوی مغزی انجام ندیم، همون تبلیغ شکگرایی و اعلام عدم قطعیت تو نظرمونه. خب یعنی گروهایی که
خیلی با قطعیت یه چیزی رو میگن و میگن این درسته و هیچ چیز دیگه درست نیست، خیلی کارشون نزدیک و نزدیکتر داره میشه به شستشوی مغزی. ولی یه نفر وقتی یه کسی میاد میگه من اینو اعتقاد دارم ولی میتونه اشتباه باشه، حاضرم نظرم عوض کنم، این چیزی که من میگم ممکن اشتباه باشه، شما بیاین، تبلیغ میکنه از کسایی که بیننده هاش که اونا بیان حرف منو درست بکنن، شما بیاین ما چه من یه حرف غلطی رو زدم، شما بیاین ما چه منو بگیرید، این باعث میشه که کار شما از شستشوی مغزی دورتر بشه. و تبلیغ تفکر نقادانه به و روش های تفکر نقادانه، اینم باعث میشه که احتمال این که شما دارین شستشوی مغزی میدین رو کمتر کنه. بفرمایید. ببینید، شستشوی مغزی برای اولین بار در جنگ کره به وجود اومد که یه سری از سربازهای آمریکایی رو دولت کره اینا رو زندانی کرده بود و بعد از که جنگ خاتمه پیدا کرد یه درصدی از اینا اصلا عوض شدن. به چه ترتیب که اینا تحت فشارهای شدید روحی روانی بودن و این تونست که رو بعضی از این زندانیا تأثیر بذاره، به طوری که اینا بعد از خاتمه جنگ گفتن که ما اصلا نمیخوایم بریم با آمریکا، آمریکا یه کشور نمیدونم سرمایه‌داری بیخوده و همین کره برای ما خیلی عالیه و خیلی خوبه و اینجا میخوایم زندگی کنیم. اینجا بود که اینا گفتن که آره این عده شستشوی مغزی شدن. ولی هنوزه که هنوزه یه سری از دانشمندا هستن که میگن اونم نیست، چون از تعداد زیادی زندانی یه انگشت شماری این تصمیمو گرفتن که برن. اینی که در جامعه امروزی این لغت شستشوی مغزی مثل نقل و نبات داره به کار برده میشه. هر کسی رو که ما نمیدونیم که به چه ترتیبی داره فکر میکنه و چرا یک راهی رو انتخاب کرده، میگیم شستشوی مغزی شده. برای من ATS خیلی ساده است که برم تو پارکینگ لات کلیسا یا کنیسا یا مسجد وایسم بگم همه اینا که دارن میان مثل گاو و گوسفند ببخشید شستشوی مغزی شدن و دارن میرن اونجا. یعنی یه آدم معمولی نباید بره کلیسا و اینا رو چیز کنه، اینا باید بیان بشینن. الان عصر اطلاعات، آقای آرمین نوایی با یه کامپیوتر اصلا داره برادکست میکنه، میتونه بهترین چیزها رو بشنوه، چرا تحت تاثیر این قرار گرفته. یعنی من حرفم اینه که شستشوی مغزی رو ما نباید به کار ببریم. یعنی شستشوی مغزی آخرین حدیه که من نمیتونم دلیل بیارم، هیچی ندارم میگم آره طرف شستشوی مغزی شده. خب این، ولی این روش شما هم بعضی موقع خیلی استفاده میشه، برای اینکه این یه مغلطه است، چون بعضیا یه کلمه رو خیلی زیاد استفاده میکنن بدون که درست باشه، معنیش این نیست که بعضی موقع استفاده کردن این کلمه درست نیست. خب میدونی نظرم چه؟ یعنی شما یه هیستی جنرالایزیشن کردین که چون مثال دارین برای کسایی که از این کلمه استفاده میکنن بدون که اونجا وارد درست باشه از این استفاده کلمه، پس ما از این کلمه اصلا نباید استفاده کنیم، در صورتی که بعضی موقع ها این کلمه دقیقاً چیزی رو که داره اتفاق میفته رو داره درست توضیح میکنه. واقعا اولش توضیح دادم، گفتم لغت اگر ویکی‌پدیا هم چک کنین این هست، گفتم لغت شستشوی مغزی اولین بار بعد از جنگ کره وارد درسته و اینو یه عده به کار بردن که توضیحی نداشتن برای اینکه چرا زندانیه که زندانی جنگیه نمیخواد به کشور مادریش برگرده، تصمیم گرفته اونجا بمونه. تعداد زیادی زندانی، یه چندهایی تصمیم گرفتن که بمونن، گفتن اینا شستشوی مغزی شدن چون نمیدونستن دلیل دیگه بیارن. در قدیم هم که مثلا علم و دانش و اینا کم بود، مثلا رد و برق میشد، ما نمیتونستیم ببینیم که دلیل رد و برق چیه، میگفتیم خدایان ناراحتن و چهار تا دختر باکره بیاریم اعدام بکنیم و خدایان چیز میشه. تا اینا این مراسم رو میخواستن انجام بدن رد و برق هم تموم میشد و این موضوع هزاران سال طول کشید که یه عده اومدن گفتن که بابا این رد و برق اصلا ربطی به خدایان ندارن، نمیدونم یونای پازیتیو و نگاتیو اصلا در آسمون که به هم که میخورن رد و برق میشه، یه چیز ساده الکترو چیز فنومناست. بعد در مورد شستشوی مغزی هم بحث من همینه که شستشوی مغزی برای من در جای نخوندم که ثابت شده که آدم ها رو میتونن شستشوی مغزی کنن. اگر این امکان داشت، من برعکسش هم میرم که امکان داشت، تمام دیکتاتورهای دنیا حاضر بودن
که هزینه کنن تمام جمعیت خودشون شستشوی مغزی کنن، خیال خودشون راحت بکنن دیگه. ببینید شما از این که آدم‌ها رو شستشوی مغزی بکنه هر کاری که دوست داری انجام بده. خب شما برین کالت سایکولوژی رو بخونین، این اتفاقا تو دنیای سایکولوژی یه چیزی که خیلی براش مدرک و خیلی براش این مطالعه شده. شما جنتیک یک لغت رو نمیتونین بهونه بکنین برای یک کم بودن کاربرد یک کلمه. خب تاریخچه یک کلمه بعضی خیلی موقع ها با نحوه کاربرد اون کلمه توی حال فرق داره. خب بعضی موقع یه کلمه های تاریخچه‌ای داشتن که کاملا فرق داره با نحوه استفاده اون کلمه در حال. خب مثلا ما الان نمیتونیم بیایم بگیم که این پستایی که رو فیسبوک میذارین و اسمش نگین اینا میمن، برای اینکه ریچارد داکینز وقتی کلمه میمو برای اولین بار به وجود آورد معنیش این بوده و برای این استفاده شده، برای همین شما هیچ کس این نحوه استفاده از کلمه میم غلطه. خب ببخشید معنی کلمه میم عوض شده، الان بقیه دارن یه جور دیگه استفاده میکنن، ولی وقتی ما داریم از شستشوی مغزی استفاده میکنیم داریم به یه چیز اشاره میکنیم که هزاران کتاب و مقاله به طور علمی درباره روش توی کالت ها و چیزهای مختلف دربارش نوشته شده و تحقیق شده. ما نمیگه که این شستشوی مغزی مثل صفر و یک همیشه جواب میده و هیچ هر کسی مثل یه دکمه است که میتونی فشار بدی که همه رو بکنید همراه و طرفدار خودت، ولی یک روش موثری هست که برای خیلی جاها هم برای ادیان، برای فرقه ها و حتی برای گروه های غیر دینی مثلا گروه های کمونیستی، گروه های نشنالیستی، گروه های ریسیستی، خیلی گروه های مختلف این روش هایی است که استفاده شده و کاربرد خیلی زیادی هم داره وقتی که از بچگی روی کسی کار میشه، از وقتی که خودشون تفکر نقادانه و ندارن و منطقشون ضعیفه و خیلی راحت قبول میکنن چیزایی که بزرگترها بهشون میگن. یعنی این یه چیزیه که خیلی خیلی براش سند وجود داره این روش های مختلف. من نمیگم که چون کاربرد داره هر کسی میتونه خیلی راحت ازش استفاده بکنه، خب اینجوری نیست. اگه بود که جمهوری اسلامی اینقدر الان مخالف نداشت، میومد شستشوی مغزی میداد همه رو تموم میشد میرفت. ولی باینری نیست، یعنی صفر و سیاسفید فکر نکنیم که چون یه چیزی هست پس هر کسی میتونه خیلی راحت ازش استفاده کنه. شما برین کالت سایکولوژی رو اگه بخواین. من کاملا مطالعه کردم در مورد کالت ها و اینا و میدونم اون جریان گایانا رو میدونم، جیم جونز رو میشناسم و کارهایی که کالت ها انجام دادن رو میدونم و از این تلویزیون هم چندین مستند در مورد کالت ها و اینا دیسکاوری چنل داشته و اینا رو نگاه کردم و اینا، ولی هنوزه در مورد حتی کالت ها هم این با قطعیت نیست که مثلا تمام کسایی که عضو یک کالت هستن به صرف این که عضو یک کالت هستن کارهای مثلا آخر زمانی میکنن، یه دفعه رهبرشون میگه جام زر سر بکشین و این کارو میکنن یا این کارو بکنین، اینا هنوزی ثابت نشده. اگر ثابت شده بود بلافاصله در این جاهایی که مثلا کالت هستن یا فرقه هستن و اینا میبستن. اینه که اتفاق افتاده، یعنی اینکه در مورد ATST هم اتفاق افتاده که مثلا هیتلر مثلا میاد یه کارایی میکنه. ببخشید من نگفتم اسم کوچیک این شخص رو بگین آدولف، چون یوتیوب دوست نداره ما اسم، وقتی اسم فامیلی این شخص رو میاریم یوتیوب جریمان میکنه. حالا به هر حال فاشیستا هم مثلا میگفتم ما به چیز، ولی من چیزی که دارم اینه که همین بحثی که اومد در مورد مجاهدین و اینکه اینها چی کار میکنن یا نمیکنن و اینا، به نظر من یه مقداری ساده انگاری اومد. یعنی این که ما، چون من در مورد مجاهدین خیلی مطالعه کردم و آشنایی دارم و در این موردم، شما تو این گروه خودتون هستین یا نیستین؟ من مجاهدین نیستم هیچ وقت، من ATS هستم، مجاهدین آدم های مسلمانی هستن دیگه. بعضی موقع ها
خودتون جواب خودتون رو داده، میگفتین که مثلا یه نفر میتونه بیاد ادعا بکنه که من چیزم، ولی نه، بعضی از موقع های کسایی که طرفداری میکنن از این گروه های به خاطر کاربردی که ممکنه داشته باشه بدون که خودشون عقایدشون رو داشته باشه، ما دیدیم خیلی اخیراً مثال برای این زیاده. ولی بفهم مجاهدین سه مؤلفه دارن، یک گروه مذهبی هستن و با گروه مذهبی بودنشون یعنی چی؟ میان میگن که ما یک اسلام مترقی داریم در مقابل اسلام ارتجاعی، و اسلام مترقی ما فرقش با اسلام ارتجاعی چیه؟ که در این اسلام مرز با خدا و بی خدا رو ما در عمل اجتماعی میبینیم، و اختلافشون هم با خمینی و رژیم خمینی هم از تو زندان‌ها آغاز شد که مجاهدین میرفتن با کمونیست‌ها هم قضا میشدن، و این آخوندهای مرتجعه که در اون زندان‌ها بودن میگفتن که شما چرا با اینا هم قضا شدی، اینا نجسن، و اینا میگفتن نه اینا نجس نیستن چون دارن برای جامعه زحمت میکشن و میخوان یه جامعه بهتری داشته باشیم، و مگه آمدن پیغمبر و اسلام و اینا برای همین نیست که ما به یک جامعه داشته باشیم که در اون ظلم و استعمار و استثمار و اینا نباشه، بنابراین ما اینا رو بی خدا نمیدیم. و بعد از انقلابم که خمینی اومد مسلط شد، و اختلاف اصلی خمینی هم با مجاهدین سر همین بود که خمینی اومد گفتش که شما تمام گروه های کمونیستی رو بیاین تکفیر بکنی و بیاین ما چرا از خارج بخوایم رئیس جمهور رو نمیدونم نخست وزیر رو اینا بیاریم، شما میتونید مقامات کشوری و اینا رو هم بگیرید. اینا گفتن نه ما یه همچین کار نمی کنیم، اسلام ما با شما فرق میکنه. این یکی دیگه هست، مجاهدین یک گروه نظامی هستن که میگن که با اسمش چیه، جمهوری اسلامی، نمیشه با زبون خوش صحبت کرد، ما باید مبارزه بکنیم، و مبارزه‌مون هم اینطوریه که مشت با مشت، نمیدونم گلوله رو با گلوله باید پاسخ بدیم، و الا هیچ دیکتاتوری نشده که بیاد با زبون خوش بره کنار. این مؤلفه چی نظامیشون. یک مؤلفه دیگه دارن، مؤلفه سیاسیشون. مؤلفه سیاسیشون چیه؟ که حالا جمهوری اسلامی بره، برای ایران آینده ما چی میخوایم؟ اینا یه طرح 10 ماده رو گذاشتن روی میز که ایران آینده، ما ویژنمون از ایران آینده اینه که 1 جدایی دین از دولت، 2 آزادی ادیان، 3 نمیدونم رفع مجازات اعدام، 4 دور ریختن تمام قوانین شریعت و قرون وسطایی و فلان اینا. بخش من یه ذره کوتاهش بکنیم چون که باید برم سراغ نفر بعدی هم اگه میشه بگیم. باشه من... بخیر. نه خواستین من دوباره نه من فقط یه چیزی کوچیک من میخواستم حرفتون تمام بشه، فقط گفت نگفتم قطع کنین، گفتم کوتاه. نه من چیزی ندارم، خود این بحث زیاد هست و نه، ولی خب یه سوال قبل از اینکه برید، شما این کارنامه بد حقوق بشری مجاهدین خلق رو قبول دارین؟ یعنی اینکه اصلا ببینید اصلا تاریخ رو کسانی می نویسن که در حکومت هستن، تمام این چیزهای حقوق بشری و اینا رو جمهوری اسلامی گفته، در حرم امام رفتن بمب منفجر کردن، 3-4 نفر آوردن گفتن. ببخشید ما رپورت های امنستی اینترنشنال و هیومن رایتس واچ و خیلی رپورت های مستقل از جمهوری اسلامی داریم، اصلا ویدیوهایی داریم، یعنی من خیلی رپورت هایی که مجاهدین خلق جرم جنایت کردن و خیلی بیشتر از ادعاهای جمهوری اسلامیه. من ندیدم. یعنی اینکه ما شاید یه روزی برنامه بذاریم دربارش صحبت کنیم. در اتفاقا فکر خوبیه، چون مجاهدین اگر یادتون باشه دولت آمریکا گذاشت روی لیست سازمان‌های تروریستی، و بلافاصله مجاهدین و وکلای مجاهدین به این امر اعتراض کردند و رفتن در تمام دادگاه‌های آمریکا و اروپا و ثابت کردند که این چیزایی که نسبت داده شده به مجاهدین ربطی نداره، و هم دولت آمریکا مجبور شد که اینا رو از لیست تروریستی بیاره بیرون، هم دولت اروپا. یعنی الان به جز جمهوری اسلامی هیچ دولت خارجی دیگه نیست که گروه مجاهدین رو تروریست. ما آمریکا خب عربستان سعودی رو گذاشته سر کانسل حقوق بشر، یعنی آمریکا کاری که میکنه معنیش این نیست که کسی علیه حقوق بشر نبوده. ما رپورت های گروه های حقوق بشری مستقل از دولتی که بعضی موقع تصمیم گیریشون بر اساس کاربرد با همکاری با یه سری گروه ها هست و
بیشتر در نظر میگیریم تا اینکه مثلا دولت آمریکا حالا بیاد چی بگه. ولی خب ما ممکنه اینا بخواد یه روز برنامه کنیم که بیایم بریم ببینیم سند و اینا رو با هم با بیننده هامون یکی یکی سعی کنیم نگاه بکنیم که ببینیم تاریخ مجادله خلق چی هست. حتما حتما. ممنون از وقتت. خواهش میکنم. من لذت بردم از صحبت کردم با شما. خیلی ممنون از وقتت. همچنین. ممنون. حالا نمیدونم بعد چه جوری بتونم من همینطور اتفاق تو فیسبوک بدم این اومد بالا، حالا بعدم میتونیم با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. باش. ما برنامه لایو زیاد میذاریم پس وقت خواهد. شب بخیر. شب بخیر. فعلا.